سریال مورد انتظار شوگون یا همون شوگون هم بالاخره شروع به پخش کرده شد دیدیم که از سرویس هلو سریال پخش شدش و خب با افیکس هم همکاری داشتم برای ساختش و اینطریه که میدونید دیگه الان زیرمجموعه دیزنی ان برای همین هم هستش که تا قسمت ابتدایی شو دیدیم که با هم دیگه بیرون دادن و از این به بعدم به صورت هفته قراره که با این سریال رو به رو بشیم که برگرفته شده و اقتباسی از روی کتابی به اسم شوگون که نوشته جیمز کلاول هستش دارن این سریال رو جلو میبرنش و خب اتفاقاتی که توی اون داستان کتاب و سریال و حتی اون فیلمی که توی 1980 ساخته شده برگرفته شده از اتفاقات واقعی و درگیریایی که به حال توی دنیا هم وجود داشته و اینطوریه که این سریال داره تلاش میکنه در کنار اون بار هیجانی که حالا میادش جنگای جنگ‌های مختلفش بهمون نشون میده اون قسمت تاریخی را تا حدودی بتونه بیادش رو ساپورت بکنه و اینطوری بتونه با یه سریال خیلی خوبی رو به رو بشیم که قراره به یه نبرد بزرگ برسه یه نبردی که میتونه حسابی هیجان انگیز باشه My life is mine and yours is yours. درود به همگی من شاهینم از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم وقتی که داریم با یه اختباسی روبرو میشیم همیشه اختباسا تغییرات خودشون حساب کتاب و داستان اصلی و واقعیت همیشه دارن و خب این چیز کاملا عادیه مثلا اینجا چند تا اسم میبینیم که حتی تغییرم کرده ما تو ریتم روند کتاب داستان ویلیام آدامز رو جلو میبریم ولی خب اینجا داریم میبینیم که تبدیل شده به جان بلکسورن و اینطوریه که این تغییرات خب کاملا عادیه مثلا خود شخصیت توروناگا در از توکوگاوا بوده و اینطوریه که این تغییرات اومدن اینجا دادن یه جدولی هم هستش براتون میذارم حالا میتونید ویدیو رو استاپ کنید و تو جدول اسمای واقعی رو خودتون ببینید از اونجایی که این سریال بر اساس یک کتاب جلو داره میره و اتفاقات واقعی که پیش اومده ما باید به مسئله تاریخی هم بیایم ما یه نگاهی بندازیم بعد از اینکه میبینید جان وارد سریال میشه و اتفاقاتی که داره بهمون نشون میده ما با پنج تا از اعضای شورای لردای سامورایی داریم رو میشیم که اگه نگاه بکنی سریال داره اینطوری بهمون نشون میده که همشون تشنه قدرتن همشون دنبال اینن که بتونن به قدرت برسن یا بتونن تبدیل به شوگان بشن ولی اتفاق اصلی چیزی که توی تاریخ بوده اینطوریه که همه لورد سامورایی هدفشون این نبوده که برن مثلا شوگان بشن کارهای دیگه و اهداف دیگه هم توی زن خودشون داشتن مثلا تو خود سریال اگه نگاه بکنی شخصیت ایشیدوی که داریم میبینیم خودش جز اون کاراکترهایی که حالا درستی که دنبال قدرت داره میگرده ولی هدف اصلیش اینه که بتونه اون خانواده خودش و اون میراثی که دارن رو حفظ کنه تا نسلشون بتونه همچنان ادامه پیدا کنه یعنی در اصل اولین هدفی که توی ذهن خودش داره اون بقا و موندن و حفظ قدرت است بعدا حالا به فکر شوگان شدنه که خود این شخصیت هم خیلی بر اساس میتسوناری اومدن و دارن جلو میبرنش بعد از اینکه جان وارده این ماجرا میشه یکی از نکات اصلی اتفاقات داره پیش میادش یعنی خود جان جزو کاراکترهای خیلی مهم و کلیدی مسیر داستان اون هستش ما اینجا وقتی که داریم محیط اطراف رو میبینیم با یه کاراکتری روبرو میشیم که اونم نقش خیلی مهمی رو داره شخصیت کاشیگه که اینجا میبینید خودش برگرفته شده از روی هندا ماسانابو و, و خب داریم این کاراکتری که اینجا می‌بینیم جزء کلیدیه که حالا جلوتر در موردش بهتون توضیح میدم وقتی که این کاراکتر جان وارد دنیا اتفاقاتی میشه که باش رو رو داریم میشیم اگه نگاه کنید تمام تم محیطی سرده یه حالت مثلا بیروح و قمنگیز رو داره بهمون نشون میده اگه نگاه کنید تم رنگی آبی که به سمت یه مقداری حالا مثلا آبی یخی هم هستش داره حرکت میکنه و داره بهمون یه محیط عجیبی رو نشون میده یه مقدار داره شرایط اون دوره ژاپن اینجا میادش رو جلو میبره و در کنارش داره به اون نشون میده کاراکتر جانی که داره وارد همچین محیطی میشه مثل مای که داریم به عنوان مخاطب وارد اتفاقات اون دوره ژاپن میشیم همه چیز برامون عجیبه و این حرکتیه که کارگردان اومده انجام داده تا بتونیم ارتباط بهتری با این محیط برقرار کنیم بعد از اینکه حتی دارید میبینید دیگه که از از ژاپنی هم اونجا کشته میشه داره به نشون میده که فیلم روی سکانس اکشنش هم هزینه خیلی خوبی و داشته و قراره که هر چقدر که روند مسیر داستانی جلو میره بتونیم سکانس اکشن رو بیارم اینجا تا ببینیم احتمال زیاد کاری که اومده حالا اینجا کارگردان انجام داده اینطوریه که بعد از اینکه جان یه مقدار محیط بیشتر میشناسه میتونه با بقیه ارتباط برقرار بکنه باهاشون صحبت بکنه اینطوری یواش یواش این, این تم رنگی هم قرار از این سرد بودنه در بیاد یعنی مثل ما که الان داریم محیط نگاه میکنیم یه مقداری برای همه چیز عجیبه یواش یواش هرچقدر که جان با محیط آشنا بشه ما بیشتر با سریال و آشنا میشیم و اینطوریه که رنگ و بیشتری قرار به محیط اضافه بشه حالا اگه طرفدار ژانر فیلمهای سامورایی یا اصلا فیلمهایی باشید که ژاپن میسازه دارید کاملا متوجه میشید این محیطی که باش روبرو شدیم ژاپن نیستش یعنی اون پوشش درختهایی که اینجا هستش کاملا داره نشون میده که فیلم توی کانادا فیلم کردن و خب این هم یه واقعیت توی حرفایی که تیم سازنده زدن برگشتن گفتن که نتونستیم زمین های باز و خیلی خوبی و تو خود ژاپن پیدا بکنیم به خاطر همین هم اومدیم از کانادا استفاده کردیم چون محیط خیلی بزرگتری یاد دادش بهمون و میتونستیم اون سکانسه که دلمون میخواد و بگیریم که هرچند که به نظر میرسه که مقداری بهونه باشه این همه فیلم های سامورایی و اکشن خاص تو ژاپن ساخته میشه و خوب داریم میبینیم که محیط های بزرگ هم دارن پس یه مقداری به نظر میرسه که بهونه آوردن هرچقدر که محیط های اطراف و نگاه بکنید به خود ژاپن نمیخوره ولی خب اینجا وقتی که با لوکیشن های داخلی رو به رو میشیم دارید میبینیم که به فرهنگ ژاپن خیلی احترام اومدن و گذاشتن و اینطوریه که داریم میبینیم تمام اون لباسایی که درست کردن وسایلی که توی اتاقشون هستش کاملا برگرفته شده از توی تاریخ خود ژاپن و فرهنگشونه و میانه اینجا بهمون این موضوع به خوبی نشون میدن کاملا مشخص سریال با اون بودجه که داشتی یه هزینه خیلی خوبی رو فقط برای طراحی لباسا و محیط اومده برامون گذاشته کنار تا بتونه حسال بهتری رو از ژاپن به نشون بده این که دارید اینجا میبینید سامورایی ها به غیر از شمشیر دنبال سلاح هم دارن میگردن خب یه مقداری شاید متفاوت باشه از اون شناختی که نسبت به سامورایی داریم ولی خب این درگیری و جنگی که اینجا قرار پیش بیادش و اتفاقاتی که داریم جلو میریم نیازی که بیان از توپ و سلاح های گرم استفاده بکنه و این تغییر خیلی خوبیه که اومده اینجا دادن رو توی محیط دارن به این موضوع به خوبی اشاره میکنن همین باعث میشه که کشتی جان اهمیت خیلی بیشتری هم پیدا بکنه حالا بریم یه مقداری در مورد شخصیت رو با هم صحبت بکنیم اینکه چقدر تفاوت پیدا کردن با کتاب ما با کاراکتر خود جانی که داریم روبرو میشیم جانی که توی سریاله مقداری خشنتر و پروتر از اون کاراکتره توی کتابه که اتفاق خیلی خوبی هم هست اینجا میتونیم با شخصیتی روبرو بشیم که اتمالا توی سکانس اکشن میتونه حسابی خودنمایی بکنه یا کاراکتری یابوی که اینجا داریم میبینیم توی کتاب یه مقداری متفاوت تره میشه گفتش که مثلا یه مقداری چالش برانگیزتره و جز کارکتری که توی زنتون تو میمونه ولی اینجا هنوز اونطوری نتونستن تکمیلش بکنن هر چندم که خوب زودم هستش به خاطر اینکه دو تا قسمت رو دیدیم تا آرک شخصیت این کارکتر رو بیا تکمیل زمان زیادی لازم داره دو تا بازیگر خیلی خوبه هم اینجا داریم یکی بازیگر نقش ایشیدو یعنی هراس که داریم میبینیمش جز بازیگرای ژاپنیه که خب فیلم‌های خیلی مختلفی هم. بازی کرده کاملا مشخصه پس این نقش برمیاد بازی هم که داره خیلی شبیه به همون کاراکتر اصلیه که در موردش با هم دیگه صحبت کردیم و میتونه حسابی تو این نقش بدرخشه و از این هم که بگذاریم داریم با سانادای روبرو میشیم که یکی از مهم سریال رو گرفته سانادا میشه گفتش که جز معروف ترین بازیگره جاپانه که الان داریم اونو میبینیمش تو فیلم های خیلی زیادی هم بازی کرده از آخرین سامورایی گرفته تا همین که آخری که دیدیم کلی فیلم و سریال های مختلف اومده و توشون حضور داشته پس یه بازیگر کاملا با تجربه است که با بازی عالیش میتونیم حسابی از دیدن این نقش لذت ببریم فقط یه نکته که این وسط وجود داره اینه که توی نقدایی که من داشتم میخوندم در مورد خود کاراکتر تورونگا میگفتن که بازی که سانو انجام میده یه مقداری متفاوت نسبت به اون کاراکتری که توی کتاب وجود داره یعنی اومده و بازی خودش داره اینجا پیاده میکنه خط امضای خود ساناده تو این نقش داره دیده میشه خب این یه واقعیت ها. اگه چند تا فیلم مختلف از ساناده دیده باشید اینجا کاملا داریم با امضا بازی خودش روبرو میشیم که بنظرم حرکت بدی نیستش ولی خب برای کسایی که خیلی سفت و سخت علاقه به داستان کتاب و خود قسمت های تاریخی دارن مطمئنا خب یه مقداری به این موضوع میان و نقدای خودشونو میدن این شخصیتی که داریم میبینیم از روی کاراکتر توکوگاوا یاسو اومدن خب الهام گرفتن و اینطوریه که در طول تاریخ شخصیت خیلی شجاع و جسوری بوده اینجا بازی که ساناده رو انجام میدم خب دوره توی همین مسیر حرکت میکنه یعنی اتفاق عجیب غریبی تو الان پیش نیامده. ولی خب این شخصیت تو خود داستان تاریخی که داریم باش رو میشیم یه مقداری اضافه وزن داشته و اینجا سانادا خیلی خوش تر اومدن بهمون نشونش دادن و اینطوریه که یه مقداری حالا یه سری نقدام سمتش داره حرکت میکنه هرچند که اون فیلمی که برای سال 1980 بود و خب توشی رو میفونم این نقش اومده بود و بازی کرده بود اونم یه همچین شرایطی رو داشت و خب اونم جزو بهترین بازیگرای ژاپن توی اون دوره هم به حساب میمدش که حسابی هم فیلم های خاطر انگیز خیلی زیادی مطمئنا ازش دیدید و اینطوریه که داریم میبینیم دو تا بازیگری که توی دوره خودشون جزو شخصیت‌ها و بازیگرای خوب ژاپن هم اصلا اومدن دارن این نقش رو بازی میکنن مطمئنا هر چقدر که آرک شخصیتی توروناگا جلوتر بره بازی سانادارم روی این نقش به خوبی می چسب و دیدنش لذت بخش میشه قسمت دوم دو سریال جاییه که خب شرایطش خیلی از قسمت اول میشه منطقی هم هستش اینطوریه که حتی قسمت سوم هم قسمت های اول دوم دو قرار که جذاب تر بشه چون شناخت بهتری این حساب به کاراکتر و دنیایی که توش قرار گرفتیم پیدا میکنیم اینجا دارید بینید که اون روبرو شدن سانادا از طرف دیگه جانی که باش روبرو شدیم اون نقشه کشیدن روی باغچه‌ای که دارید بینید و نمادایی که وجود داره به خوبی داره مسیر رو جلو میبره فقط اتفاقی که داره پیش میادش خیلی سریعتر از اتفاقات توی کتاب داریم جلو میریم و کاملا طبیعی به خاطر اینکه داریم با یه سریال روبرو میشیم که در مجموع یه بودجه ای داره یه زمانبندی براش اومدن انجام دادن و قرار نیستش که لحظه به لحظه و صفحه به صفحه کتاب و بیانو بهمون کامل نشون بدن جایی که دارید میبینید یه قاتل رو میفرستن تا بیاد و جانو بکشه توی کتاب اتفاقی که میفته اون کسی که میاد و میخواد جانو بکشه یه نینجا ولی خب کارکتری که اینجا داریم میبینیم نه نینجا نه شینوبیه و خب یه کاراکتر معمولی و یه جاسوس که توی اون خونه داره زندگی میکنه به نظرم نشون دادن این جاسوس که از اعضای همون خدمت کارایی بودش که اونجا هم داشتن کار میکردن خیلی جذابتر از این بودش که یه گروه نینجا رو یه دفعه بفرستن به خانم و, و اونو بکشنش و خوب تونستن خیلی خوب اینو جلو ببرن هرچند که نینجایی که دارم بهتون میگم توی داستان کتاب خیلی نقش پررنگی داشته و مطمئنا سریال هم قراره که به این گروه توجه بیشتری و جلوتر بیادش و انجام بده کاراکتر بعدی که داریم باش روبرو میشیم ماریکوه که دارید میبینیدش و خب قبلا هم توی سریال مونارک هم دیده بودید که بازی کرده بود این نقشی که اینجا داره بازی میکنه با اون بازی که توی سریال مونارک اومده بود انجام داده بود خیلی شبیه به هم دیگه است یعنی دقیقا داره بازی مشابهی رو میاد انجام میده یه مقداری به اون کارکتری که توی کتابه متفاوت میشه از اونجایی که کارکتری که توی کتابه یه شخصیت دوست داشتنیه یعنی جز اون کارکترهاییه که وقتی شما دارید کتابه میخونید توی ذهن تو میمونه. این سرد بودنی که داریم اینجا ازش میونی احتمالا قراری که رفته رفته ازش کمتر بشه و بیاد شما آرکش رو تکمیل تر بکنه و بتونیم با اون کاراکتر اصلی که خب توی کتاب هم هستش رو برو بشیم این سرد بودن شخصیت اینکه زیاد هنوز شبیه به اون کاراکتر کتاب نیستن اتحانا همون هدفیه که کارگردان داره همونطوری که بهتون گفتم ما رو وارد داستانی کرده که داریم همین چیزی یه مقداری مثل جان میبینیم به عنوان یه غریبه ای که وارد دنیای اونا شده وارد اتفاقات ژاپن شدیم همه چیز مقداری سرد و بیروه مطمئنا هر چی که بگذره و بیشتر محیط بشناسیم قراره که همه چیز برای اون جذابتر و جالبتر بشه حالا مطمئنا یه سالی که دو زن همتون اینه که اصلا کی قاتل فرستاده بود تا دخل جانو بیارن احتمال خیلی زیاد کار همون کیاما باید باشه توی حرفایی هم که داشت میزاد در مورد این صحبت کرده بود که بعد به جان برسیم یعنی خب میخواستن دخلش رو بیان و بیارنش اینطوری که خود ایشیدویی ای که دیدیم به جان نیاز داشته پس قاتل نمیفرسته که داخلشو بخوان بیارن پس کار یکی دیگه از اون لردایی بوده که اونا همشون با پرتغالیا هم تجارت خودشونو دارن این نکته خیلی مهم هم به نشون داد و اونم این بودش که میتونه یه جاسوس و جاسوسای بیشتری از اون لردایی که داریم میبینیم توی خانواده تورناگا باشه و دارن خب اونجا فعالیت میکنن بدون اینکه اون متوجه بشه رفتاری که اون داشتش بازی خوبی که ساناد اومد انجام داد کاملا داره به ما نشون میده که از قبلش هم حدس اینو زده بود که جاسوس دارن و قراره که دخل جان بیارنش و اینطوری بودش که میخواست دخل اون جاسوس رو بیاره و متوجه بشه که کیا پشت پرده ماجرا هستن سال بعدی که مطمئنا توی زن همتون اینه که بری چی برای ایشیدا جان میتونه کاراکتر خیلی مهمی باشه اون این موضوع رو میدونه که به هر حال این شورا قراره که رأی بدن و تورناگو رو به هر حال دخلش رو بیارن و بکشنش و اینطوریه که بعد از مرگ تورناگو قراره جنگی جنگ بزرگی پیش بیادش و همه قرار دنبال گرفتن قدرت باشن وقتی که همه میرن به سمت پیدا کردن قدرت اون سه تا لوردی که داریم میبینیم چون هم کلیسای پرتغالی رو دارن هم با بازرگانای پرتغالی داد و میکنن قدرت خیلی بیشتری رو دارن و ایشیدوی که داریم میبینیمش تنها میمونه و اینطوریه که وقتی که جان کنار خودش داشته باشه یه کشتی رو داره که توش 500 تا اسلحه و 20 توپ وجود داره و در کنارش جان شخصیتیه که با گروه های غیر پرتغالی معاشرت داشته اینطوریه که به خیلی اومده و کمک کرده پس میتونه یه نیروی خیلی بزرگ و متحد خوبی برای ایشیدا یا هر کسی دیگه که قرار تو این جنگ شرکت کنه باشه و بهش حسابی کمک بکنه به خاطر همین هستش که جان به عنوان یه غریبه ای که وارد این منطقه شد از این به بعد قراره که نقش خیلی رنگ و از طرف دیگه مهمی هم داشته باشه و کاراکتر کمی نیستش و در اصل میتونیم بگیم که جان جزه برگه های این بازی و نورد بزرگی که اینجا داریم میبینیمش در مجموع باید بهتون بگم که دو تا قسمت ابتدایی سریال حسابی دوست داشتنی و حالا درسته که توی شرایط ابتدایی که داریم وارد سریال میشیم محیطش جدید اتفاقات تاریخی جدیدی داره پیش میادش که خب خیلی باهاش آشنا نیستن اگه علاقه به سبک سامورایی نداشته باشی شاید خیلی سخت جذب سریال هم بشه. ولی همه چیز به خوبی جلو رفت همه چیز داره به اون نشون میده که قرار با سکانس اکشن خیلی خوبی رو به رو بشیم جنگای بزرگی به اون نشون بدن و هر که این سریال جلوتر میره پخته تر و جذبتر و دوست داشتنی تر نسبت قبل خودش میشه حتما اگه نظر هم داری داخل کامنت برام بنویس و لایک و سو زنگوله هم یاد نره فعالش بکنی اینطوری میتونی به محتوای جدید دسترسی پیدا بکنی بیای توی کانال ویدیوی جدید و تماشا بکنی این ویدیو رو هم براتون سرم اینجا یه تیزر سی ثانیه جدیدی از گودز لایکس کوین اومده بود که بررسیش هم براتون انجام دادم و توی کانال گذاشتم و خب دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیو بعدی بدرود